ما در دوره غیبت دسترسی به یقین نداریم، اونجور که عرض کرد. یعنی خیلی وقتا حجت داریم، کار رو میکنیم، ولی بعداً میفهمیم خطا کردیم، اشتباه کردیم. انتخابی انجام میدیم میفهمیم اشتباه کردیم، رفتاری میکنیم میفهمیم اشتباه کردیم، تصمیمی میگیریم میفهمیم اشتباه کردیم. ما که دائم خطای دید و خطای فکر و خطای اعتقاد داریم، اون چیزی که مطمئنمون بکنه از اینی که این رفتار درسته، فصل الخطاب نداریم. مثل دوران پیامبر یا مردم بگن آقا مسئله داریم، بریم از امام رضا بپرسیم. چرا خداوند پیغمبر معصوم رو میفرسته به عنوان رسول؟ چرا یه آدم عادی نمیاد؟ نمیتونیم اطمینان کنیم. ما در این دوره دائما مضطریم، بفهمیم یا نفهمیم، بخوایم یا نخوایم، مضطر و حیرانیم. اما فکر نکنیم چیزی ما رو از اضطرار میتونه بیرون بیاره. ولی اگر به ما ماهانه 500 میلیون تومان هم نفری بدن، بگن هر درخواستی هم داری آنلاین در همه دنیا حرفتو مطاعه، اضطرار ما به اون گنج حقیقی عالم که همه گنج ها در برابر او هیچند از بین نمیره. ما یه یتیمی داریم که این فرق میکنه با از دست دادن پدر و مادر، و هر چیزی که این اضطرار ما رو کم کنه شریعتی، این تخدیره، این مثل مسکنیه که درد سنگین من رو الان نمیذاره بهش توجه کنم، در حالی که از درون من بیمارم. یعنی اگر غرق در نعمت هم باشیم، تا اون نیاد همه غریبیم. بله.